بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسائمنٹ نمبر ایک ہے مضمون ہائیڈرولیک محاسبه مقدار جریان غیر خالص در کانال. ارقام اولیه برای کار خانگی نمبر یک، شما ببینین در این جدول شماره است. شماره آدری شما، هر کس شماره آدری خود میپاله که یک نمبر، یک نمبر، دو نمبر، سه نمبر، چهار نمبر، پنج نمبر، شش نمبر، دوازده و در صفحه دیگه با 13 و 14 تا 27. اگر تعداد داخله از 27 نفر اضافه باشه برای من اطلاع بدهید، چون اسم ولد پیش ما موجود نبود و آیدی و وجود نداشت، بنابراین به حساب شماره حاضری میتونین که این جدول را دوباره بر ما خانه پری کنین، روان کنین. هر کس که کدام آیدی شد به مترتیب حاضری بگیرن خانه پری کنن. در اینجا ببینین اسم ولد، آیدی، طول کانال به متر داده شده، مثال 2000 متر، خاک مسیر کانال کلیس و یا گل، مساحت سایه تحت ذره امیکا و کانالی که تو طولش داده 2000 متر، این کانال 3500 هکتار زمین تحت آبیاری قرار میده. چون در اینجا ببینین که از نفر نمبری شماره یک الا شماره پنج نویت خاک مسیرشان یک قسم است، اما طول کانال ها متفاوت است و مساحت ها متفاوت است. صرف نو خاک یک چیز است که نو خاک در اینجا کلی است. پس سگما یا ضریب ضایعات نفوذی نسبی مساوی است به 0.011 جذر کیو. اما در اینجا در کیو وقتی که محاسبه میکنین ضریب ضایعات نفوذی نسبی را به متر مکعب فی ثانیه وضع میکنین، در اینجا در مخرج حتی جذر که است. و از شماره نمبر 6 الا شماره نمبر 13 کلیلوم است. کلیلوم سگما چون نویت مسیر خاک کلیلوم است، پس سگما تغییر می خورد. سگما مسیر به 0.012 جذر کیوز، کمی کیو باز هم عبارت از مقدار جریان است که به متر مکعب فی ثانیه وضع می شود. که این کدام مقدار جریان است؟ مقدار جریان نتا است، مقدار جریان غیر، مقدار جریان خالص است، یعنی کیوی نتا است. در اینجا هم کیوی نتا است و در اینجا هم کیوی نتا است. ادامه ارقام اولی کارخانگی نمبر یک، شماره 13 سندیلوم است. ببینین که در اینجا سیگما مزهی به 0.013 جدر کیو است. کیو عبارت از کیوی نتا است. از شماره 13 الا شماره 20 سندیلوم طول کانال ها فرق میکنن، صرف نویت خاک مسیر یک چیز است، اما مقدار مساحت، مساحت سایه تحت بیاریم که توسط از کانال ها بیاری میشه متفاوت است. پس در اینجا سگما برای خاک های سندیلوم سگما مسیر به 0.013 جد کیو است. کیو عبارت از کیوی نتا است، نه کیوی بروتا و یا مقدار جریان خالص است. بازم از شماره نمبر 21 الی شماره نمبر 27 طول کانال متفاوت است. نو خاک سندی است یا ریگ است، کاملا ریگی است. پس که ریگی است مساحت ها یک چه فرق میکنه، اما در اینجا مقدار جریان به متر مکعب فی ثانیه وضع میشه، اما سیگما مزهی به 0.03 است. پس سیگما در اینجا بیشتر به دست می آید، نظر به اینجا یعنی در خاک های ریگی فلتریشن بیشتر است. امیدوار هستم که در مورد کار خانگیتون فهمیده باشین. پس شما چی رو میگیرین؟ طول از اینجا میگیرین شماره نمبر 13. طول خود از کجا میگیره؟ طول کانال 2600 متر میگیره. نوی خاکش مسیر چی است؟ سندی لوم است، سندی لوم یا ریگ گلدار بگیم. و مساحت سایه تحت ذره چند است؟ 4700 هکتار.
پس ما کیوی نت را پیدا میکنیم، کیوی نت عبارت از 4700 ضرب کیوی مقدار جریان مخصوصه. مقدار جریان مخصوصه مساوی با 1 لیتر فی ثانیه فیکتار میشه که مساوی به کیوی نت پیدا میشه. پس کیوی نت را در اینجا میگذاریم، سیگما را پیدا میکنیم. خب به هر ترتیب مثال یک کارخانگی رو ببینید، یک در منبع آب است که دریا است و یا مسیر حرکت جریان آب است و از نقطه A الا نقطه B یک کانال است. کانال عمومی آب چی گرفته؟ آب گرفته و این کانال عمومی سایه تحت ذرع با مساحت که مساحت سایه تحت به هکتار به A نشان داده میشه و این مثال 2400 هکتار زمین است و این کانال آب از نقطه A و نقطه B میبره که طول ازی کانال مسیب چند است؟ طول ازی کانال مسیب 200 متر است. پس در اینجا چی خواستیم؟ کیوی بروتو مسیب کیوی نیتو مسیب مقدار جریان خالص و یا در نقطه B مسویز با یا کیوی در نقطه B کیوی B کیو در نقطه B مسیب کیوی نیتو مسیب به مقدار جریان خالص. و چی را دیگه کار داریم؟ کیوی گراس یا کیوی بروتا و یا مسیح به کیوی مقدار جریان غیر خالص و یا مسیح به کیوی A. پس کیوی مقدار جریان A پیدا کنیم و کیوی مقدار جریان در نقطه B را نقطه B کیوی نیت است و مقدار جریان خالص است. اما کیو با ایندکس A مقدار جریان غیر خالص در نقطه A است. پس مقدار جریان غیر خالص مسایید به این زایه در این مسیر که میره چقدر او میره نفوذ میکنه در زیر زمین و چقدر تبخیر میکنه جمع مقدار او که تو در اینجا پیدا کردی. پس در قدم نخست ما مقدار او در نقطه B پیدا میکنیم. مقدار جریان خالص یا کوی نیتا کوی B مسایید از رابطه زیر محاسبه میشه. کیو با کیو زبر ضرب A کیو زبر عبارت از هایدرون مدل و یا مقدار جریان مخصوص است که برای صفحات شمال 1 لیتر فی ثانیه فیکتار و برای تمام افغانستان در حدود 1 لیتر فی ثانیه فیکتار قبول شده. یعنی برای 1 هکتار زمین 1 لیتر فی ثانیه آمیتیم، برای 2 هکتار زمین 2 لیتر فی ثانیه آمیتیم، برای 3 هکتار زمین 3 لیتر فی ثانیه آمیتیم، برای 5 هکتار زمین 5 لیتر فی ثانیه آب میتیم، برای 5 لیتر زمین 1 لیتر فی ثانیه آب میتیم. چرا 5 لیتر زمین ما 1 هکتار میشه؟ همیشه به هکتار است. برای 10 لیتر زمین 2 لیتر فی ثانیه آب میتیم. پس ضرب چی میگیریم؟ ضرب مساحت و کلیش به چی است؟ به سیستم متریک است، یعنی به هکتار است. پس 1 لیتر فی ثانیه فی هکتار ضرب 2400 هکتار به هکتار خلاص میشه، هکتار به هکتار خلاص میشه، میشه 2400 لیتر پر سکند که ما 2400 لیتر پر سکند میتونیم نشته کنیم 2.4 کیو میکس. یعنی کیو میکس باید کیو میکس باشه، یک اس داشته باشه. با استفاده از فرمول زیر میتوانیم مقدار جریان غیر خالص را در مبدع کانال یعنی کیوی A مساوی به کیوی گراس مساوی به کیوی بروتو چنین محاسبه کرد. پس کیوی بروتو مساوی به کیوی گراس مساوی به کیوی با ایندکس A مساوی به کیوی نیتو جمع انفلتریشن در طول کانال جمع ایواپوریشن در طول کانال، یعنی L ایواپوریشن و در طول کانال لنگت L که از طول کانال است و نیتا مقدار جریان خالص. نیتا خالص هم اگر کیو عبارت مقدار جریان. پس کیو مقدار جریان خالص ببخشن که مثلا به کیوی A از کیوی ببخشن کیوی بروت هم مثلا به کیوی A است، مثلا به کیوی گراس است، مثلا به کیوی نیتا است. کیوی نیتا میشه در نقطه مثلا به کیوی B باشه، نه؟ اینه که پس به این ترتیب چون تبخیر در طول ببخشید که تبخیر اینجا داشته شده و یک یایش مانده، چون تبخیر در طول کانال از نقطه A الا B مساویست به
ده فیصد ضایعات در فلتریشن یا این فلتریشن از نقطه A الا B کیوی A مساویز به کیوی گراس مساویز به کیوی بروتا مساویز به 2400 لیتر پر سیکن جمع این فلتریشن از نقطه A الا B جمع 10% این فلتریشن از نقطه A الا B. پس در اینجا ضایعات در فلتریشن از نقطه A الا B مساوی است با انفلتریشن نقطه A الا B مساوی است با Q B ضرب L ضرب A B ضرب سیگما که Q B چی است؟ مقدار جریان خالص است 2400 بر لیتر وضع می کنیم، L به کیلومتر وضع می کنیم که طول کانال 2000 متر بود اما در اینجا به کیلومتر وضع شده، ضرب 2 سیگما عبارت از ضریب ضایعات نفوذی نسبی است که پیشتر برای صفر اشاره صفر یازده تا جذر کیو گرفتیم، کیو رو به چند وضع کردیم؟ 2.4 وضع کردیم به خاطر دیگه که گفتم به متر مکعب ثانیه وضع میشه، پس سیگما را 2.4 مثلا 2.4 در جذر کیو وضع کردیم، یعنی صفر اشاره صفر یازده تقسیم جذر 2.4 جذر مربیش نیم، پس مساویز به مساویز به 22 لیتر پر سکند. در فرمول ضایعات در انفلتریشن از نقطه A الا B قیمت سیگما ضریب ضایعات نفوذی نسبی است که مربوط به نوع خاک می باشد، بیشتر ما گفتم در نوع خاک مسیری کانال است، چون در مثال ما نوعیت خاک بازم تکرار میکنم که مسیری کانال در نمی اعتقاد که مسیری کانال گل یا کلی میباشد، بنابراین قیمت سیگما برای خاک های کلی مساوی است با سیگما مساوی به 0.11 جذر کیو که کیو در اینجا به متر مکعب فی ثانیه وضع میشود. پس فلتریشن از نقطه A الا B کیو ضرب B ضرب L ضرب سیگما مساوی است با 2400 ضرب 2 مساوی است با 22 لیتر پر سیکند. در این ترتیب ما پیدا کردیم و بالاخره تبخیر از نقطه A الا B 10% انفلتریشن مساوی است به 10% ضرب 22 مساوی به 2.2 لیتر پر سیکند. پس مقدار جریان غیر خالص و یا مقدار جریان در مبدأ کانال و یا در نقطه A مساوی به نقطه کیوی بروتا یا کیوی گراس مساوی است به به می ترتیب کیوی در نقطه B یا کیوی نتا جمع انفلتریشن و جمع تبخیر که مساوی است به 2.422 متر مکعب فی ثانیه و یا 2.4 کیومیکس و یا مساوی به 2422.2 لیتر پر سیکند که در نتیجه ما چی را دریافت کردیم؟ کیو را در نقطه B پیدا کردیم 2400 که برات از مقدار جریان خالص بود لیتر پر سیکند و انفلتریشن را پیدا کردیم 22.2 لیتر پر سیکند و تبخیر پیدا کردیم از نقطه A الا B 2.2 لیتر پر سیکند که در مجموع شد 2422.2 لیتر پر سیکند. تشکر از توجهتان.